با سلام خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی. همانطور که دفعات قبل هم توضیح دادیم، رژیم تو راستای سرکوب برای از بین بردن جنبش انقلابی مردم ایران هر روز ترفند و پشت ترفند و ترفندهای جدیدی رو اعمال میکنه. اگر خواسته باشیم کمی محوری توضیح بدیم، در واقع چند تا نکته رو من میتونم به طور خلاصه اشاره بکنم که عملکردهای سرکوبگرانه رژیم و تمامی نیروهای انتظامی و دفاع شخصی و حول این چند محور به عهده زد. یکی از اقداماتی که تو این چند روز گذشته باید انجام داد افزایش اعدام‌ها و سرکوب بوده. اگر خاطرتون باشه، در تو با اتفاقاتی که تو کردستان افتاد و عملکردهی که رژیم داشت، در واقع امروز می‌بینیم که کسانی رو دستگیر کرده، افرادی رو دستگیر کرده به اتهامی که این افراد توی اون کشتارها و قتل‌عام‌هایی که توی کردستان صورت گرفته بوده اینها نقش داشتن و با تشکیل دادگاه‌های نمایشی و یک سری حرکت‌های مندرآوردی آخوندی اینها رو متهم می‌کنه به کسانی که وابسته به باندهای جنایتکار هستن، گروه های مسلح هستن و اینها بودن که به کردستان و ایزه و جاهای دیگه مردم رو کشتن و امروز در جایگاه انتقام گرفتن از کشته شدگان و شهدایی که به دست نیروهای مزدور خودش صورت گرفته برآمده. یک نکته دیگه که این رابطه میتونم اشاره بکنم، محور دوم در واقع بحث همون حجاب اجباری بود که اگر خاطرتون باشه بعد از اون اتفاقی که افتاد، اون بسیجی مزدور و لباس شخصی که اومده بود مزاحم یکی از هموطنان ما شده بود و سطل ماستی رو بر سر یک دختر جوان ریخته بود، که به دنبال واکنش شدیدی که توی فضای مجازی شاهدش بودیم و محکومیت‌های جهانی که حتی در تمامی جهان این قضیه پخش شد، خامنه‌ای خودش به صحنه اومد و یکی به نروه یکی به تفت زدن حرکت رو تایید کرد، در واقع واکنش نیروهای جنایتکار خودشون نسبت به مسئله حجاب و حجاب و عدم حجاب توی جامعه تایید کرد، ولی توضیح داد که بایستی طوری باشه که مسئله ساز نباشه. بعد پیشم بدیم که امام جمعه های نوبه موقتش یکی پس از دیگری اومدن و تایید کردن صحبت اون رو، که این قضیه به مجلس شورای ضد اسلامی کشید و آنها یک قانون رو تصدیق کردن که بر اساس اون قانون بایستی از این بعد با مسئله حجاب برخورد بشه. یعنی اگر اتفاق با یک حرکت خود به خودی به عنوان خودش یک فرد حزب الله صورت میگیره، ولی این حرکت نه تنها محکوم نمیشه و در عمل به یک قانون تبدیل میشه به سن گسترده در سطح جامعه میخواد اعمال بشه. محور سوم بحث مصدوم سازی بود. خب این سابقه دیرینه داره، توی چند بار گذشته رژیم در افسر نقاط مختلف به کشور این حرکت جنایتکارانه خودش انجام داد. به خاطر اعتراضات گسترده و محکومیت جهانی و داخلی که شده بود، رژیم مدتی دست نگه داشت و این داستان فروکش کرد، ولی باز می‌بینید که توی کردستان به شکل خیلی گسترده توی سقز و خیلی شهرهای دیگه کردستان و ارومیه این حرکت گسترش پیدا کرد. بعد تعداد زیادی از دانش آموزان دختر که متاثر از این حرکت‌های عفونت ها آلودگی شیمیایی میکروبی نمیدونم چی اسمشون رو گذاشت میشه گذاشت، اینها ضربات خیلی سختی دیدم، بیمارستان کارشون کشید و هیچ گونه محکومیتی و اقدامی از طرف رژیم هم صورت نگرفت. یعنی عملا میبینیم رژیم با سکوت خودش در مقابل این جنایت ها در واقع پشت این جنایت ها هستش و تایید و در واقع نوعی انتقام از دختران جوانی هستش که توی انقلاب در صف اول قرار داشتن. و بحث چهارم بحث فراخوانی که نیروی انتظامی داده، یعنی مجلس به خاطر تصمیم‌گیری کرده در تو بحث حجاب و قوانین ارتجاعی رو که میخواد اعمال بکنه اعلام که در 26 فروردین رژیم میخواد چیکار بکنه، این قوانین رو اجرا بکنه. که توی رابطه نیروی انتظامی احمد رضا رادار قوانین انتظامی دستورات رو داده بوده که در یک سری معابل مثلا مثل دانشگاه ها، معابل عمومی، ترانسپورت عمومی، این آنی های خودشون مستقیم میکنن و از درکور رسانی میدن. بازی که دیگه از این کلمات رو خورستاف شده آقودی که هیچ معنی و مقبومی نداره. پس اگه در واقع توجه داشته باشین،
رژیم نه تنها توی بحث سرکوب کوتاه نیامده، بلکه این رو خیلی متمرکز و سیستماتیکتر انجام داره میده و تصویب قوانین در صدد اجرای خط سرکوب به شکل سیستماتیک در تمامی اعصاب هستش و قطعا این رابطه مردم کم سکوت نخواهند کرد و پاسخ مناسب رو تو رابطه با هر سوژه و هر موضوعی به رژیم خواهند داد. بله، اما واکنش مردم در قبال عملکردهای رژیم چی هست و چی بوده؟ پاسخ آقای شمیرانی رو هم تو این رابطه بشنویم. من خب همونطور که میدونید همه میدونن به این 6 ماه گذشته قطعا مردم و جوانان شورشی و به طور خاص کانون شورشی که وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران هستن کوتاه نیومدن و در مقابل هر حرکت جنایتکارانه که رژیم انجام داده و هر سرکوبی که اعمال کرده به طور خاص کانون شورشی پاسخ مناسبش رو دادن. ببینید تو همین بحث مسئول سازی توی مدارس توجه کرده باشیم 24 اسفند 12% عملیات توسط کانونهای شورشی و وسیل سازمان مجاهدین خلق ایران انجام شد که بسیار چشمگیر بود و اینا حرکت به ضربات خیلی جدی و محکمی توی اصلی ترین منافذ و محافل رژیم، محافل نظامی رژیم و این پایگاه های عبادتی رژیم مثل حوزه علمی قم وارد کردن. یکی از عملیاتی که انجام شده بود این حوزه علمی قم و اگر شما نکنم کردستان و تهران یا کانون شورشی و جوانان شورشی مورد حمله قرار داده بودن. خب اینها در واقع رژیم میدونه پاسخ خودش رو این رابطه میگیره. یا بریم کمی اونورتر میبینیم که در تو با همین مسببه ارتجایی که مدرس تصدیل کرده و به 36 فروردین با برای اجرا بکنه، دانشجوهایی که همیشه نقش خیلی تعیین کننده توی حرکت و جنبش‌های مردم ایران از همون قدیم سال‌های 57 و 98 داشتن و همین بین جنبش اخیر هم داشتن، اینها در واقع تمامی دانشگاه ایران یک حرکت بسیج سراسری دادن برای مقابله با این مسببه ارتجاعی رژیم که گفتن که دانشگاه جای نیروهای انتظامی و با شخصی ها نیست و اون پایی زده ندارن که برم بگم برای ما خود بدن که ما بچه رو لباس پوشیم، ما دختر و پسر بایستی جدا باشن یا با هم باشن. این چیزی اصلا ربطی به اون رو نداره و من فکر میکنم با توجه به پتانسیل انقلابی که تو جامعه وجود داره قطعاً به 6 فروردین با اعتراضی که دانش شده دادن و حمایت های مردمی که تو این 6 ماه بوده شما به طور خاص در تو مسئله زنان و حجاب بدین، اینها رژیم مجبوره که دوباره دفتر دستان این خودش جمع بکنه و عقب بشینه. اون چی که تو این 6 ماه گذشته دیدیم همیشه اگرچه سرکوب زیاد وجود داشته ولی همچنان میبینید که عقب نشینی پی در پی خود خامنه ای از بالاترین مقطع تا اون دو شخصی را ما شاهدش بودیم و دیدیم که اعمال شده. یک حرکت جالبی شاهدش بوده بس اعتراض خانواده ها بوده. ببینید توی کیان پیرفدک رو وقتی که جوان بچه 9 ساله رو که به شهادت رسوندن رژیم به خاطر اینکه سرپوش بذاره بر جنایت خودش اومد یک فردی رو به اسم روان مجاهده به اسم اصلیش ابوالقاسم معروف اسم مجاهده کورکوری این رو گرفت دستگیر کرد این زد و طبق یک دادگاه نمایشی رو با اعدام محکوم کرده و گفته که این کسی بوده که در این قتل کیان پیرفدک نقش داشته. ولی ما واکنش خانواده کیان رو میبینیم. مادر کیان و عمه کیان اینها اعتراض کردن و گفتن کسی که در این جنایت نقش داشت محمد علیپور فرمانده انتظامی شهر ایرزه بوده نه مجاهد کورکوری. و مادر پیرفدک رفتش با مادر این مجاهد کورکور سر مزار پیرفدک اونها رفتن کنار هم دیگه و عکس گرفتن و توی تمامی محافل مجلس ایرها موعظه گیری کردن و محکوم کردن از جمله عموی پیرفدک که در واقع او هم موعظه گیری کرد و گفتش که از موعظه شخصی وارد شد و اگر بحث بر اینکه اونها این کارو کرده باشن اگر کسی که صاحب خون باشه ما هستیم و ما اعتراض داریم و نمیپذیریم. ببینید در واقع
دجال بازی وقتی که میگیم دجال معنی خاص خودش داره، میزنه میکشه و بعد میده کسانی که توی این حرکت های مردمی نقش داشتن و علیه رژیم بودن اینا رو به نوعی انتقام گرفتن از اینها، اینا رو متهم میکنه که در کشتار های نقش داشتن. به خوشبختانه مردم ما آگاه هستن و گول این توجه رژیم رو نمی کنن و به طور باید در میلاد پیربرک یعنی پیربرک ما بیدیم خانوادهش تمام قد اومدن پشت دفاع کردن از مجاهد و مانع این که حکم اعدام این جوان بشن، چیزی که اصلا رفت به اون نداشته و یکی از نموقع ترفندها و جنتهای جدید رژیم هستش که اینجوری میخواد علیه مردم اعمال میکنه. اینه که بعد طرف دیگه باز ما اعتراضهای شبانه رو شاهدش بودیم. رژیم اگر صرف فکر میکنه که انقلاب به خاموشی کشیده شده، ولی این اعتراضهای شبانه شعارهای شبانه که ما اکثر مواقع در همه جای ایران میبینیم در واقع نشون دهنده زنده بودن این قیام هستش و باز ما گسترده داریم میبینیم نمیشن و آقای کابوس تبدیل به یک کابوسی شده به علی خامنه‌ای و نیروهای انتظامی. در مجموع چی که میخوام خلاصه بگم اینه که اگر رژیم همچنان میتازه در عرصه سرکوب، ولی از اون طرف هم مردم همچنان میتازن در عرصه مقاومت به ایستادگی در مقابل رژیم و تا زمانی که قصداً حق خودشون رو نگیرن مبنی بر سرنگون کردن این رژیم، نابود کردن این رژیم، اونها کوتاه نخواهند اومد و اگرچه رژیم فکر میکنه در واقع با این طرف انتها میتونه رژیم رو خودشون نجات بده و خامنه‌ای و حکومت ولایت فقیه نجات بده، کل فونده و مردم به این نتیجه رسیدن و به این تصمیم رسیدن که دیگه سرنخم قدبن و اونها در مقابل رژیم کوتاه نخواهند.